درود من به آن پرنده سپید و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه می سازد. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. عرض ارادت و شادباش خدمت شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، در این کلیپ رو اختصاص دادم در مورد نحوه سوال و پرسش از دازینگ. ما از دازینگ به چه نحوی سوال بپرسیم که سوال ما رو درست جواب بده؟ کلیپ قبلی دوستان در رابطه با پیشگویی دازینگ خدمتون ارائه شد. حالا میخوایم یک مقدار به قولی تخصصی تر وارد قضیه بشیم که ما چطور سوال بپرسیم از دازینگ و نحوه سوال به چه صورتی است و ما میخوایم گمشده ای رو داریم و اون گمشده رو میخوایم پیدا بکنیم، یا یه چیزی رو ما از دست دادیم، نمیدونیم این سرقت شده، گم شده، میخوایم اون رو پیدا بکنیم. پس ابتدا میریم سراغ نحوه سوال. دوستان عزیز ببینید، دازینگ خدمت شما عرض بشه که زبون نداره که من سوال بکنم و این دازینگ بشینه برام توضیح بده. لذا با توجه به مواد ارگانیک درون دازینگ، سوالات ما رو با بله و خیر جواب میده. مثلا اگر من میخوام سوال بکنم که فرزن در جیب من مثلا آیا 1000 تومانی، 1000 تومانی هست؟ اگر هست قیچی کن، اگر هست قیچی کن. ببینید نیست. خب در جیب من کارت بانکی هست. ببینید اول رو به قبله مچ میشیم و مراقبه، بعد به محض اینکه این دازینگ با تپش قلب ما خدمتتون عرض بشه که ببینید اینجوری پاندول میزنه، سوال میکنیم. الان میپرسم در جیب من کارت بانکی اگر هست قیچی کن، برگرد سر جا. اگر در جیب من کارت بانکی هست لطفاً برو سمت راست. لطفاً اگر در جیب من کارت بانکی هست لطفاً برو سمت راست. ببینید برگرد سر جا، برگشت. خب پس در جیب من کارت بانکی هست، اما میخوام بگم سوال کردم پول، پول نیست اما کارت بانکی موجود هست. میخوام بگم نحوه سوال پرسیدن از دازینگ باید به صورت بله و خیر باشه. آیا کارت بانکی در جیب بنده وجود داره؟ اگر وجود داره، ببین منتظر دستوره. اگر وجود داره دوتا آنتن از هم باز شو. ببینید بسته به نوع سوال ماست. برگرد سر جا. اگر کارت بانکی وجود داره قیچی کن، اگر کارت بانکی وجود داره برو سمت راست. ببینید میخوام بگم بایستی با بله و خیر جواب سوال رو گرفت. حالا ما میخوایم شخصی گم شده، میخوایم بپرسیم که این شخص کجاست. خب ما میگیم این شخص کجاست؟ ببینید پاندول میزنه، اما خب این کجاست یعنی چی؟ خب نمیدونه کجاست. ما اول باید بگیم در کدوم استانه. دونه دونه استانها رو میگیم، دونه دونه استانها رو میگیم، دونه دونه شهرستانها رو میگیم. مثلا فرزند میگیم استان کردستان، اگر استان کردستان هست قیچی کن، این قیچی میکنه. بعد اسم شهر رو میگیم، اگر فلان شهر مثلا بانس قیچی کن، قیچی میکنه. بعد میریم وارد خیابون ها میشیم، دونه دونه خیابون ها رو میگیم یا محلات رو میگیم. بعد کوچه ها رو میگیم، بعد اون کوچه رو که میگیم، میگیم اگر من از فلان خیابون برم اون خونه سمت راست هست، اگر سمت راست قیچی کن. خب اگر قیچی کرد سمت راسته، اگر قیچی نکرد سمت چپه.
بعد میگیم از چهار راه اول خونه چندومه، خونه اوله، اگه خونه اوله قیچی کن، اگه خونه دومه قیچی کن، دونه دونه استان، شهر، محل، خیابون، کوچه و محل و حتی خونه دقیق به شما میگه که اون شخص در کجا حضور داره. خیلی نمیخوام کلیپ رو طولانی بکنم، خیلی از دوستان گله میکنن که کلیپ ها طولانی هست، لذا در همین حد بسنده میکنم. اما دوستان گرامی، قبل از هر کاری ببینید، کار کردن با دازینگ شرایط خاص خودش رو داره، بایستی مراقبه کرد و بعد از مراقبه رو به قبله بود. و سوالی که میپرسیم در چهار جهت اصلی، شمال، جنوب، شرق، غرب، چهار جهت فرعی، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی، دونه دونه اینها رو سوال بکنیم و اگر 8 مثبت رو گرفتیم، اون موقع میتونیم خدمت شما عرض بشه که پاسخ دقیق سوالمون رو گرفته باشیم. اگر ما 7 مثبت گرفتیم، 1 منفی گرفتیم، دوستان گرامی مجددا دازینگ رو بذارید زمین، چند لحظه استراحت بکنید. استراحت که کردید، نفس عمیق، دم در سینه حبس، بعد مجددا بازدم با بینی و دوباره برید روی موضوعی که مد نظرتون هست کار بکنید. ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به بنده دادید، خیلی لطف کردید. دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب یادتون نره. واقعا با توجه به مطالبی که در کانال میگذارم، من توقعم خیلی بیشتر از این هست که دوستان بیشتر این کلیپ ها رو ببینن و بهره لازم رو از این کلیپ ها ببرن. ممنونم. رضا ابراهیمی هستم. امضای خدا پای تمام آرزوهای شما نازنینان.